در یک ماه اخیر با افزایش نبردها در شماری از ولایت‌های کشور بیش از 40,000 خانواده بیجا شده و به ولایات دیگر فرار کردند. در این مدت هزاران خانواده از ولایت‌های هلمند، فرا و دیگر ولایات به هرات آمدند و سخت نیازمند کمک هستند. از سوی دیگر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نگران وضعیت بیجا شدگان کشور است و تاکید می‌کند که این سازمان برای کمک با این بیجا شده‌ها تلاش می‌ورزد. همکارم نسیر احمد صالحی در این باره گزارش می‌دهد. نبردهایی که بیشتر از همه افراد ملکی قربانیان هستند، با شدت گرفتن نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در شماری از ولایت‌های کشور به ویژه ولایت فرا، هزاران خانواده از بیم گیرماندن در آتش جنگ فرار کرده و به ولایت‌های همجوار بیجا شدند. مسئولان وزارت امور مهاجران و عودت کننده های کشور میگویند در جریان یک ماه گذشته بیشتر از 40,000 خانواده به خاطر افزایش درگیری ها در شماری از ولایت های کشور بیجا شده و به ولایت های دیگر فرار کردند. در طی یک ماه یا حدود 1.5 ماه گذشته تا اکنون 41,000 فامیل بیجا شده داریم ما. یعنی امسال 41,000 فامیل در قندوز، بغلان، فاریاب، سریپول، اورزگان، هلمند، فرا، از مجموعی این ولایت ها 41,000 فامیل به جای شدند. این وزیر کابینه حکومت وحدت ملی تاکید می ورزد که با بیجای شده های ناشی از جنگ ها کمک های اضطراری صورت می گیرد. از سوی دیگر مقام ها در سازمان ملل متحد هم تعهد می دهند که با بیجای شده های داخلی در هرات کمک می کنند. فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید با دولت افغانستان از نزدیک کار می کند و برای بهبود زندگی این بیجا شده ها تلاش می ورزد. ما با حکومت افغانستان از نزدیک کار می کنیم و همچنان برای جلب کمک به بیجا شده ها برای بهبود زندگیشان تلاش می ورزیم. ما برای جلب کمک های بیشتر با جامعه جهانی کار می کنیم و مطمئن هستیم که با هم این وضعیت را تغییر می دهیم. از سوی دیگر مقام های محلی در هرات نگران حضور هزاران بیجا شده داخلی در این ولایت نیستند و تاکید می ورزند که برای کمک با این بیجا شده ها آمادگی دارند. تو یک بحران که مثل که از قندوز به مزار و به فرزین در تخار و کابل ایجاد شد از بیجا شده با اون شکل به ولایت هرات نیسته. تعدادیم که آمدن با دوستای خود هستن و بسیاریشان هم به فرا دوباره پس میرن و ما آمادگی کافی داریم. اگر کسای اینجا بانن برای چند وقتی تمام امکانات وجود داره که باشان کمک شد. بر اساس گزارش ها در 2 هفته اخیر بیشتر از 3,000 خانواده از ولایت فراه به هرات آمده و در شرایط سخت زندگی میکنند. همچنان صدها خانواده دیگر نیز از دیگر ولایت ها به ویژه ولایت هلمند به این ولایت آمدند. با فرا رسیدن فصل سرما و ادامه آمدن بیجا شده ها از ولایت های همجوار به هرات، نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت این بیجا شده ها افزایش یافته است. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگویی داریم با کریم حقیار، آگاه امور سیاسی. آقای حقیار سلام بر شما. از شما آمدن موجی از بیجا شده ها به هرات چه تأثیری می تواند روی وضعیت کلی این ولایت داشته باشد؟ من فکر میکنم که جا به جای بیجا شده ها از یک محیط به یک محیط دیگه یک سلسله عوارض و مشکلات هم برای خودشان داره و هم برای باشنده های محلاتی که در آنها اسکان گزین میشن. در هر جا به جایی، حالا وقتی به صورت جمعی هست، خب مطمئنا باید یک سلسله برنامه های وجود داشته باشه، یک سلسله امکاناتی وجود داشته باشه و این امکانات را حکومت باید فراهم بکنه. یک بخش عظیمی از این بیجا شده ها متاسفانه افراد سودجو و استفاده جویی هستند که سالانه در شروع فصل زمستان از یک محیط یا از یک منطقه به منطقه دیگه میرن و خیمه برپا میکنن و سر و صدا ایجاد میکنن برای از اینکه توجه جلب بکنن برای یک سلسله کمک ها و حمایت های. و متاسفانه تا کنون دولت هیچ برنامه دقیق و مؤثری برای از این برنامه نداره.
دولت و مؤسسات کمک رسان چقدر مکلف هستند از دید شما تا در چنین شرایطی با بیجا شده هایی که از شدت جنگ از خانه های خود فرار کردن و بتانوانن برایشان کمک و همکاری کنن؟ من فکر میکنم وظیفه اصلی و اساسی حکومت هست برای افراد و اشخاصی که به اساس جنگ ها یا نابسامانی ها جابجا میشن تا اینکه امکانات زندگی حداقل یا با همون امکانات حداقل بر از اونها فراهم بکنه. ولی خب دولت هیچ در حال حاضر هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ سروی نداره و بر از هیچ چیز مشخص نیست. یک بخش دیگه هم کمک های جهانی هست که همه ساله برای یک بخشی از اینها میشه، متاسفانه یک بخش کلان از این به دست مستحق از او نمیرسه، برای از اینکه شناسایی دقیقی وجود نداره، سروی دقیقی وجود نداره و محلات دقیقی وجود نداره که اینها در کجاها باشن. فقط جابجا میشن از یک قسمت به یک قسمت دیگه و یک بخشی هم که میاین چون نابلد هستن نمیفهمن، متاسفانه نمیتونن از این کمک ها استفاده بکنن. آقای حقیار، با فرارسیدن فصل زمستان و آمدن بیجا شدگان بیشتر از سایر ولایات به هرات، این مسئله از دید شما چقدر نگران کننده است؟ من فکر میکنم کاملا نگران کننده هست. ما در سالهای قبلی هم متاسفانه این گپ داشتیم و این تجربه داشتیم. اولا خب از لحاظ ذهنی یا از لحاظ روحی یک فشار بسیار عظیم یا یک فشار بسیار کلان بر تمام افراد و اشخاصی که در این محیط زندگی میکنن میاره و این فشار باعث میشه که اونا روحاً همه از اونها آزرده باشن، همه از اونها تحت فشار باشن. بخش دیگه که خب اینها باید خلط بشن، وقتی وارد یک محیط یا وارد یک جامعه میشن باید خلط بشن، کار پیدا بکنن، زمینی درس برای از اونها فراهم باشه، زمینی تداوی یا چک کردن یا مداوا برای از اونها فراهم باشه و یک سلسله ارزش‌های انسانی دیگه که وجود داره. متاسفانه در حال حاضر چون هیچ کدام از این موارد تأمین نمیشه، خب مطمئناً عوارض اجتماعی سنگینی بر هر ولایت، حالا هرات باشه یا ولایت دیگه باشه، خواهد داشت. آقای حقیار، تشکر از شما. تشکر از شما.